بسم الله الرحمن الرحیم، سام سروی هستم در خدمت شما با جلسه دیگر در باب جادوی عرفان شمس تبریزی. خیلی خوشحال هستم از اینکه شما دوستان و جوانان دنبال کردید این در واقع میشه گفتش که سری رو و خیلی استقبال کردین و برای من واقعا باعث شادی و خرسندی است که این افتخار و سعادت رو دارم که در باب این بزرگان باز بنشینم و با شما صحبت بکنم و مطالعات خودم رو در اختیار شما عزیزان قرار بدم و این خیلی خیلی خوب است که ما بزرگان ادب خودمون رو بشناسیم. از اونجایی که ما وقتی به ترکیه میرویم میبینیم که برخی از کسانی که ترک زبان هستن بنده خدا بلد نیستن فارسی بخونن و این مولانایی رو که اینقدر دوست دارن و اون رو از خودشون میدونن و میپرستن و این شمس رو نمیتونن به فارسی بخونن و براشون بسیار مشکل هست و سخت هستش که بتوانن مقالات شمس رو به زبان پارسی بخوانند و خب با یک ترجمه چرخ شده اون رو میخونند و خب اون مطلب رو شاید مثل ما نتونن دریافت بکنن، اما ما که فارسی زبان هستیم خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم و به راحتی میتونیم بخوانیم این متون رو. خب خدمت شما عرض شود که ما میرویم دنبال بحث رو میگیریم و دوستانی که دارن الان نگاه میکنن بهشون پیشنهاد میکنم که حتما از جلسه اول گوش بکنن تا به اینجا برسن، اما خب در این جلسه هم میتونن ادامه بدن و باشن و مطالب رو دریافت بکنن، اما اگر با ترتیل و نظم باشد خب مطمئنن بهتر خواهد بود. ما در باب سما گفتیم و گفتیم که شمس تبریزی حتی تا جایی رسید که سما رو واجب دینی دانسته بود، اما گفته بود تا چه کسی سما بکند، میتواند آن سما حرام باشد برای کسی که دست در دست او آن حالت نباشد و وقتی آن حالت نباشد در واقع او در دوزخ معذب خواهد. سما رو همچون یک فریضه دینی دانستگاهی، همچون نان و آب دانست، همچون غذا دانست برای یک انسان، از اونجایی که حفظ جان در واقع برتر هستش حتی به شرعیات. در نهایت ما در دین مبین اسلام به حفظ جان بسیار بسیار ارزش میگذاریم و برای همین سما مثل نان و آب است برای یک صوفی، برای یک درویش، و باید سما رو انجام بده و الا جان به جان آفرین تسلیم میکنه و نیازمند دریافت این انرژی با اون سما هست. بحث رو کوتاه میکنیم میریم سراغ ادامه ماجرا. ما یک در واقع میشه گفتش که دو بیتی رو منسوب به شمس تبریزی ما داریم. البته خب میدونیم که شمس تبریزی در مقالات شمس بسیار بسیار از اشعار و دوبیتی ها و روایی های مختلفی استفاده میکنه که ما نمیدونیم آیا اینها مال خود شمس تبریزی بوده یا از برخی از شعرهای گمنام و در واقع عرفای گمنام استفاده کرده، اما در نهایت این در واقع دوبیتی میتونه منصوب به خود شمس تبریزی باشه که این چنین میفرماید. شمس میگوید وجد آن نبود که چرخ در سر فکنیم، وجد آن نبود که چرخ در سر فکنی، صد شور ز بی خودی ز خود بر فکنی، وجد آن باشد که آستین همت از پایه هفت چرخ بر تر فکنی. این وجد آن نبود که چرخ در سر فکنی فقط صرف این که شما سرت رو بگردونی و ادا در بیاری این که نمیشه، ما نمیتونیم این رو در واقع بیاییم وجد حقیقی بدونیم، وجد باید از ته دل بیرون بیاد، از عمق جان بیرون بیاد. صد شور ز بی خودی ز خود برفکنی، علکی بلند شه شلوغ بازی در بیاری و بچرخی و ادا در بیاری. وجد آن باشد که آستین همت از پایه هفت چرخ برتر فکنی، از این هفت چرخ بتونی، از این سمساره، از این چرخه زروان وقتی میچرخی بتونی و این چرخ مثل فرفره بزنی از این چرخه بیای بالا، از این چرخه زروان یا گردونه مهر که تو رو از بالا گرفته در خودش، از این ماتریکس بتونی، از این هفت چرخ با چرخی که میزنی و با سماع خودت بیای بالا و در واقع صعود کنی و رچی. ما در مرساد العباد نظیر این بیت رو البته داریم. مرساد العباد رو چه کسی نوشته؟ نجم رازی یا انوشیروان نجم رازی، یکی از عارفان بزرگ قرن هفتم هجری است که البته متاسفانه ایشون هم در حمله مغول‌ها در همون بخش خوارزم جان به جان آفرین تسلیم میکنن، همچون عطار هم در حمله مغول‌ها کشته میشه. خیلی از این بزرگان در قرن هفتم هجری وقتی مغول‌ها حمله میکنن اینها رو سر میبرن، میکشنشون، اینا رو معاملهشون میکنن که داستان‌هایی هست در این باب که آقای زرین‌کوب هم در کتاب پله پله تا ملاقات خدا
دوستانی که دوست دارن میتونن بخونن که زندگی نامه مولانا رو نوشته، در اونجا بسیار بسیار از این ماجرا صحبت کرده و سخن گفته. و در اینجا ما میبینیم که نجم رازی هم که البته الان نجم رازی فکر می‌کنم در ترکمنستان باشه، اون نجم الدین کبرا است البته در ترکمنستان، که باز نجم الدین کبرا میتونیم بگیم که در نهایت ایشون پیر و مراد نجم رازی هست. یعنی نجم الدین کبرا به عنوان مراد نجم رازی ما اون رو میشناسیم. و خب ایشون کتاب مرصاد العباد رو انوشیروان نجم رازی نوشتند و خیلی تحت تاثیر نجم الدین کبرا هم بودن، که نجم الدین کبرا در ترکمنستان البته به خاک سپرده شدن و اونجا هستن. ایشون میگویند که رقص آن نبود که هر زمان برخیزی، بی درد چو گرد از میان برخیزی. رقص آن باشد که از دو جهان برخیزی، دل پاره کنی و سر ز جان برخیزی. خب این هم میبینیم که بسیار شباهت داره و اون از دو جهان میگه باید برخیزی، از جهان مادی و معنوی، از هر دو دیگه، ورای در واقع عرش و کرسی بری دیگه، بری بالا برسی به خود اون الله، در نهایت به اون الله عز و جل برسی. بله در اینجا هم با این باد بسیار زیبایی که آمد بسته شد و دوستان نترسن ما پنجره رو باز گذاشتیم که باد خنکی بیاد داخل و این باد هم زد این در بست و حتی کار خوبی کرد، چون همسایه‌ها داشتن اونجا یه مقداری بچه ها فوتبال بازی میکردن، شلوغ میکردن در و خود فکر میکنم شاید روح شمس بس که بگی آقا جون در سکوت هرچه تمام بتونیم این کار رو انجام بدیم. و در واقع میشه گفتش که اینجا قهر شمس رو ما دیدیم یک لحظه با بسته شدن این در، از اونجایی که شمس تبریزی در کنار تمام آن مهربانی هایی که داشت قهری هم داشت. و یاد این در واقع میشه گفتش که صحبت شمس میفتم که برگشت با بسته شدن این در، برگشت گفت مولانا را جمالی خوب است و مرا جمالی هست و زشتی هست، جمال مرا مولانا دیده بود و زشتی مرا ندیده بود، این بار نفاق نمی کنم و زشتی می کنم و قهر می کنم تا تمام مرا ببیند، نقضی مرا و زشتی مرا. آن کس که به صحبت من ره یافت علامتش آن است که صحبت دیگران بر او سرد شود و تلخ شود. خب در نهایت در واقع میتونیم بگیم که همیشه این دنیای ما توش آرامش نیست و گاهی اوقات میبینیم که بانگ در واقع تغییر هم به گوش میرسد، در کنار بانگ اذان و بانگ قرآن و بانگ نوای صوفیان هم هست، در کنارش بعضی موقع هم میبینی یه بانگ های بزرگتری هم زده میشه در زمانی که شما در اون، و این بستگی داره به نگاهی که شما دارید. حالا ما یه نگاه قشنگی سر کنه به این قضیه بکنیم، در واقع میتونیم بگیم که شاید در نهایت خداوند هم همینجوری باشه، یعنی خداوند هم دارای قهر و لطفه، خوف و رجاست. وقتی شما قرآن مجید رو باز میکنید در اون قرآن مجید گاهی خوف میبینید و گاهی رجا میبینید، اما در نهایت آن لطف و مرحمت خداوند برتری دارد بر آن خوف و بر آن قهر و بر آن تغییر. و یک مراد خوب هم کسی است که اگر در ظاهر تغییر بکند، اگر در ظاهر گاهی درشتی بکند، ولی در نهایت لطف او بر قهر او غلبه کرده باشد و بتواند در واقع یک تعادلی برقرار بکند، آنگاه است که او هم مثل خداوند صفت خدایی رو داره و جزو اون رادمردان خواهد بود. حالا در واقع شمس هم یه جوری خدایگونه رفتار میکنه، در واقع مرادی است که هم لطف داره و هم قهر داره و در نهایت جمال او اما بر زشتی او و رحم او بر قهرش غلبه میکند. حالا گاهی اوقات در میکوبه روی مولانا با میزنه، گاهی اوقات هم میبینی در رو میگشاید و باز میکند و اجازه میدهد به مولانا تا وارد شود. و این چنین است که میگوید مبالغه میکنند که فلان کس همه لطف است، لطف محض است، پندارند که کمال در آن است. اگه قرار باشه که همه چی که تو دنیا است بر وفق مراد ما باشه، همه جا آروم باشه، ساکت باشه و همه چی به قول معروف در جای خودش قرار بگیره، که دیگه این دنیا دنیا نمیشه. دنیا همیشه دارای یک سری
در واقع بالا و پایین هایی هست و این مبالغه است که ما فکر بکنیم که قرار ما توی زندگی همیشه صاف و همه چی میزون باشه و بره جلو. و اما خب انما العسر یسرا، همیشه پشت سختی ها خوبی هایی هم هست و باید همیشه یادمون باشه اون آیه شریفه رو که میگه الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فان مع العسر یسرا این مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. اگر ندیدی که ما چگونه اون باری را که پشت تو را میشه که اصرا از پشت تو برداشتی انقضی در واقع زهرک اون پشت تو میشکست الذی انقض زهرک و رفعنا لک ذکرک و نام تو رو در اوج این سختی ها رفعنا نام تو رو بردیم بالا فاین مع العسر یسرا بعد از هر سختی خوشیست و بعد در سختی خوشیست. و خب حالا میگم دیگه جمالی هست و زشتی است. جمال من را دیده بود، در واقع مولانا جمال من را دیده بود اما زشتی مرا ندیده بود. زشتی هم میکنم که زشتی مرا ببیند، مبالغه میکنند که فلان کس همه لطف است، پندارند که کمال در آن است. نیست، به والله نیست، کمال در آن نیست. آن که همه لطف باشد ناقص است، هرگز روا نباشد بر خدا این صفت که همه لطف محض است. سلب کنی صفت قهر را، سلب کنی صفت قهر را، بلکه هم لطف می باید و هم قهر، لیکن به موضع خیش. اینی که بعضی ها فکر میکنن که بله خدا قهر داره، شوخی نیست. اینکه ما فکر بکنیم که بله در نهایت لطف و مرحمت او واقف است و ظفرمند است بر قهر او، اما او قهرش هم در نهایت همون لطف، اگر عمیق نگاه بکنیم همون لطفه، ولی قهر در نهایت به نظر ما همون قهر میاد. چه بسا که این چنین اتفاقایی هم در زندگی ما بیفته و بالا پایینایی بشه. اما میخواد اینو بگه، میخواد بگه که بلکه همه لطف میباید و هم قهر، لیکن به موضع خیش. اگه در موضع خودش این لطف و قهر باشه اوکی هستش. نادان را هم قهر و لطف باشد، نادان هم داره، الا به غیر موضع از سر هوا و جهل. خب من مطمئن هستم که این کوبش در و این صدایی که الان اومد و دوم ما رو اینجوری کرد، در واقع همون قهره بود که باعث شد که من یه دفعه برم توی این داستان و برای شما به صورت بداهه این مطلب رو بگم براتون در باب نگرش شمس به در واقع این قهر و لطف. و اما میخوایم باز دوباره برگردیم به این که خب گفتیم در باب سما، گاهی اوقات سما میتونیم بگیم که همچون یک عادت برای یک صوفی بود و پیشنهاد میکردن به او که وقتی در خلوت هستی سما کن، چون وقتی شما در فرادا هستی و در خلوت هستی دیگه خودنمایی وجود نداره، گرچه اگر در حلقه یاران باشی و همه از خود باشند، همچون نماز جماعت که به قول مولانا اون در واقع میشه گفتش که پاداشش بیشتر هست تا نماز فرادا، اما گاهی اوقات اون نمازهای شب تنهایی هم داستانی دارد و بسیار بسیار میتواند بچسبد به ما. برای همین گاهی اوقات به ما میگوید که مقام خلوت و یار و سماع و تو خفته، که شرم باد از آن زلف های آشفته، از این سپس منم و شب روی و حلقه یار، شب دراز و تب و رازهای نگفته. به خواب کن همه را، پاک شود از این جفتان، به خواب کن همه را، پاک شو از این جفتان، به سوی تاغ و رواقش مرو شب جفته، یا مرو به شب جفته. یعنی میگه شب که همه هستن همه رو خواب کن، عیال تو، زن تو، بچه تو خواب کن و فرادا برو و شروع کن به رقص و سما برای خوده در اون خلوتی که هستی. حالا اون واجبات خودت انجام دادی، نماز تو خوندی، کاراتو کردی، به عنوان یک در واقع رسم بوده اون زمان که صوفی در تنها در ایوان شب با اون نوا و سازی که در ذهن خودش داشته، نه اینکه حالا اصلا سازی بنوازه، با ساز درون خودش مست میشد، میچرخید و در واقع دستفشانی میکرد و به یاد خداوند بود. دست راست رو بالا میگیری، دست چپ رو به سمت پایین، حالا اینجا جا نیست من نشون بدم،
و اون چرخ، یعنی برکت رو از آسمان میگیری و از این بر به زمین میگیری و بعد چرخ میزنی و چرخ میزنی و خلاصه میای به سمت جلو و در نهایت امر لذت میبری در خلوت. بدان که خلوت شب بر مثال دریایی است که قعر بحر بود درهای ناسفته. اگه میخوای برسی به اون درهایی که ناسفته هستن و هنوز غلا ندیدیشون، هنوز سیغلشون ندادی، اون درهای اصل و ناب میشه قعر دریا هستن، باید به قواسی کنی به در قعر دریا. و این شب زنده‌داری همان چیز، همان قعر دریاست. و میگه بدان که خلوت شب بر مثال دریایی است که قعر بحر بود درهای ناسفته. در نهایت ما حتی حجاب رو هم در صوفیه که در واقع حتی نماز رو، نعوذ بالله، حتی سماع رو، حتی روزه رو، تمام فرایض دینی هم در نهایت حجابند. ما نمیتوانیم در واقع به خداوند برسیم، ما هم چون خفاشی هستیم و او نور لایزال و نور بسیار درخشان است که چشم خفاش نمیتواند این نور را درک بکند و این چیزیست که ما باید بدونیم. اما در نهایت برخی از حجاب ها خوب هستن، حتی سما هم حجاب است. ما در جلسه اول اگر یادتون باشه اون بحث رو در مورد مقالات شمس کردیم که گفتیم که بله، اونجا گفتش که تو حتی جان اگر در کف بذاری و به نزد جانان ببری، او جانان به جان نیازی نداره، تو باز در نتونستی به قدیم برسی و هنوز در حادثی و هنوز در یک لایه هستی که نتونستی به خدا برسی. این هنوز اینا حوادث هست، حتی جان تو هم حادثه، تو جان رو هم که بهش بدی او جان جانان است و او در واقع میشه اون رسیدن به او این است که حتی با دادن جانت هم تو به او نمیرسی، باز به قدیم نمیرسی. البته اونجا اون واژه کلیدی نیاز رو گفت به شما که نیاز ببرید که او بی نیاز است، چون بی نیازه به نیاز نیاز داره و شما نیاز ببر، یه بازی لغوی میکنه و اونجاست که بعد یه دفعه عشق در تو زاده میشه و تو با اون عشق که میرسی در واقع. اینجا صوفیه وقتی میگن پای استدلالیان چومین بود، اینجا اون عشق که میاد میونبر میزنه و ما رو میرسونه به اون معنی. در سما هم آن عشق باید ایجاد بشه و صوفی و عارف باید خودشو گرم میکنه در فرادا گاهی به عنوان یک رسم و بتونه حتی در تنهایی و در خلوت خودش اون سما رو انجام بدن، چون نمازی که در خلوت میخوانند صوفیه. و میگوید شب در طلب باش و سماع کن، همه را بخوابان با شکم گرسنه. خب اینجا میبینیم که در واقع این شکم گرسنه منظورم اون روزه بودنه، یعنی شکم دیگه، شکم پر باشه که نمیتونی بچرخی و بگردی و عقل هم زایل میشه، هر چقدر که شما بیشتر خورده باشی نمیتونی اونجوری که باید شاید ارتباط بگیری و شما رو دعوت میکنه به همین روزه. خب در نهایت میگفتیم یک حجاب است، اما مولانا میفرماید پنجره ای شد سما سوی گلستان تو، گوش و دل عاشقان بر سر این پنجره. وقتی سما میکنی انگار یه پنجره باز میشه و تو یک در واقع نوری رو از اون اله میبینی و اینجاست که در واقع این پنجره مثل کانالی تو رو، مثل چنلی وصلت میکنه به اون انرژی کل توی این سما. پنجره ای شد سما سوی گلستان تو، گوش و دل عاشقان بر سر این پنجره. آه که این پنجره هست حجابی عظیم، من رو که حجابی خوش است، هیچ مگو ای سره. در نهایت میگه اینم یک حجابه، اما خب حجاب خوبی است و تو میتوانی از این حجاب، حتی بعضی موقع از این بالاخره حجاب ها هم باید استفاده کنیم. حجاب خوب داریم، حجاب بد داریم، حجاب چرکین داریم، حجاب کثیف داریم، روی خودت چرک بکشی، روی خودت یک جبه چرکین بیاندازی، روی خودت یک حریر زیبا بیاندازی. حالا اون نور داره میاد، این موقع از شما برای که اون جلوی اون نور رو بتونی فیلتر کنه و یه چیزی از لاش ببینی، یک جبه کثیف، یه موقع از جبه تمیز خوشگل رو میذاری و میبین. و به قول یکی از دوستان ما که میگفتش که بله این ستاره هایی که میبینید، همچون استاد ادبیاتی داشتیم خدا رحمتشون کنه آقای بیگناه، و میگفتن که حالا نمیدونم از کدوم درویش صوفی این رو شنیده بودن، حتما سخن بزرگی بود که ایشون تکرار میکردن، میگفتن که خداوند عالم در واقع اینقدر نورش زیاده، این چادر شبیه که انگار انداختن و
و توش یک سری سوراخ‌هایی هست و این ستاره‌هایی که از پشت این چادر شب معلوم میشن همون نور خداست. انگار چادر انداختن و از اون پشت. این مثال قشنگ و زیبایی است. حالا اون چادر شبه چه خوشگل و چه زیباست اون شب. ولی خب اون جبه چرکین چقدر بده. جبه چرکین چیست؟ جبه چرکین کسی که مثلا فکر میکنه به خوردن مثلا مشروب میتونه مثلا به خدا برسه، یا مثلا با زدن بنگ و چرس و حشیش و اینجور ماجراها میتونه در واقع برسه. این جبه چرکین تن خود کرده، این جبه در واقع زشت رو بر روی خود کرده است. و این کجا و آن کجا که سماع پاک باشه. حالا میرسیم به بحث حشیش و اینجور ماجراها، امروز اشاره خواهیم کرد. میگوید کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده را برداشتی. ما در سماع هستی در واقع نمایانتر میشه، از هستان به هستی میرسیم در سماع، از موجودات به وجود میرسیم، آنی که وجود همه وجود هاست. هستان داریم و هستی داریم و این هستان یا موجودات میتوانند خودشان رایی باشند که ما از طریق اونها خودمون رو به اون وجود برسانیم، و هرچند اینها هم اجابی هستن اما خب میتوانیم. هرچه گویی ای دم هستی از آن، پرده دیگر بران بستی بدان. پرده در پرده است، باز پرده دیگر، پرده دیگر، و در نهایت به ذات لایزال او نتوان رسید الا به عشق. آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. بالاخره این الان ما داریم قال میکنیم دیگه، این قالی که الان داریم میکنیم ایشالله که خود همین قال و این حالی که ما داریم، درست حجابه، این هم حجابه، و فقط اینه که گرد اون داریم میگردیم و هی داریم نظریه میدیم و صحبت میکنیم و به ذاتش نمیرسیم، اما خب قال داریم تا قال دیگه، قال و مقال داریم، حال داریم تا این، اما خب در نهایت خون به خون شستن محال است و محال، هیچ وقت نمیتونیم به او برسیم. اما خب چه بالاخره چاره‌ای هست غیر از این؟ من چو با سوداییانش محرمم، روز و شب اندر قصص در میدمم. هان و هان هشدار بر ناری دمی، اولا برجه طلب کن مرهمی. هان و هان هشدار بر ناری دمی، نار یعنی آتش، دمی آتش بر بدیم. بعضی موقع باید ما با همون سما، با همون رقص، با همون نماز، با همون همین قالها و حالها که در واقع اینها خون با خون را نمیشویند و نمیتونیم برسیم بود، اما خب تا چه حجابی باشد، تا چه خونی باشد. و اینجا میگه که هان و هان هشدار بر ناری دمی، شاید قال ما می دمی باشه بر اینجا. اولا برجه، آخر باید بلند شی، طلب کن مرهمی، مرهمی رو طلب کن برای خودت. خب در باب این داستان این است که بالاخره شما اگر بخواید به جایی برسید و بخواید به خداوند تا جایی که ممکن باشه به درکش نائل بشید، باید حیات طیبه‌ای رو از نظر شمس داشته باشید، که ما در قرآن کریم میگیم فلنحیینه و حیاتا طیب، و ما به او حیات طیب داریم. این زمانی است که شما بتوانید بر نفس اماره خود غلبه بکنید، بتوانید جنود شیطان رو در خودتون شکست بدید. خود حضرت رسول میفرمایند، حضرت محمد صلوات الله علیه میفرمایند که شیطان از خون ما به ما نزدیکتره و در رگ و خون همه انسان ها اصلا جاری و با انسان آمیخته است، اما شما باید کاری بکنید که اون شیطان درونتون اسلام بیاره، و الا همیشه اون شیطان در کنار شما است. چه کسی است که نفس اماره نداشته باشه؟ چه کسی است که در واقع وسواس به دنبالش نیاد؟ چه کسی است که دلبستگی ها، تعلقات خاطر، خشم، طمع، شهوت و وابستگی رو نداشته باشه؟ هر کس یک چنین حرفی رو بزنه اشتباه کرده. چه کسی است که خشم رو تجربه نکنه؟ حتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گاهی اوقات غضبناک می‌شدند و خشمگین می‌شدند از صحبتی که حالا کسی می‌کرد، و ولی خب در نهایت غیر از حق نمی‌گفتند، و به قول دکتر موحد گاهی اوقات حالا هست که از اصحابشون گفتن که صورتشون برافروخته میشد، سرخ میشد، و خواستن طرف رو تنبیه بکنن، اما خب اونجا بودش که خودشون کنترل میکردن. ایشون هم انسان بودن، عبدالله بودن،
بنده خدا بودم. ما هم بنده خدا هستیم. وجود نازنین این بزرگان کجا و وجود ما تازه کجا؟ ولی خب ما باید سعی بکنیم یک حیات طیبی رو برای خودمون به قول شمس فراهم بکنیم و با این حیات طیبه هستش که ما میتونیم برسیم به حداقل اندکی درک از آن الله عز و جل. و این بسیار بسیار لازم است که ما کوشا باشیم و جهاد بکنیم در این راه. در واقع یه جهاد اکبر داریم، یه جهاد اصغر داریم. جهاد اصغر که حالا دفاع از وطن و ناموس و خانواده و دین و اینجور ماجراست که ما همه باش دیگه ماشاءالله این روزا آشنا هستیم و میدونیم چیه و چقدر هم سوء استفاده شده توسط یه سری از افراد. ولی جهاد اکبر جهاد با نفسه، نفس اماره شماست، اون وسواسیه که شما داره، این جهاد اکبره. وقتی شما این جهاد رو انجام بدین، این جهد رو بکنین، اون وقتی که شما به حیات طیبه رسیدین. کدوم یکی از ما حیات طیبه داریم؟ ادعا میکنیم وارد عرفان میخوایم بشیم، هر گناهی که دلمون میخواد انجام میدیم و بعد میگیم اوکی خدا میبخشه و بعد یا توبه میکنیم. این استهزای خداونده که ما یه گناهی رو انجام بدیم بگیم خب بعدش توبه میکنیم. یعنی میدونیم که یه موقع است ما یه گناهی رو بدونیم که بدونیم نفس اماره ما رو انداخته تو این ماجرا، یعنی افتادیم توش، خدایی نکرده یه گناهی از ما سر زده، هممون، هیچ آدمی نیست، بنده هم بودم شما هم بودید. فکر کنید از دوران نوجوانی که به تکلیف رسیدید، در واقع عقلتون، که البته خیلی از ماها متاسفانه به نظر من ما دو تا تکلیف داریم، یه تکلیف داریم تکلیف جنسیه، در واقع هورمونا میاد کارشو انجام میده و یه ذره اون اتفاقا میفته، یه تکلیف هم داریم که واقعا اونجاست که انسان واقعا میفهمه که چه کارایی کرده دیگه، بعد دوباره برگرده و واقعا توبه کنه. استغفر الله ربی توبه الی رو بعد بگه دیگه هر روز دیگه. و خب خیلی ها مثلا توجیه میکنن آقا گناه چیه، این حرفا چیه، فلان، این حیات طیبه نداره، در قلبش یک زنگار افتاده، یک نقطه سیاه. وقتی شما گناه میکنین یک نقطه سیاه توی قلبتون میفته، آروم آروم این شروع میکنه به بیشتر شدن و بیشتر شدن و هی قلب شما رو بیشتر تیره تر میکنه و شما بیشتر در گناه فرو میرید. اما یه جایی هستش که دیگه باید دیگه بالاخره بگی آقا اوکی دیگه و توبه کنید از این گناهانمون و باید سعی کنیم که بیشتر بپردازیم به یاد خداوند. ای کاش همه جوونا در جوونیشون به این فکر برسن. شخص خود من گاهی اوقات واقعا حالا میگم توی سفرهای مختلفی که رفتم، این پرهیزهایی که از بودایی ها دیدم، از هندوها دیدم، اونا برای خودشون بنده خدا رو به شیوه خودشون میپرستن و سعی میکنن که اون حیات طیبه رو داشته باشن. ما در هند میگیم برهماچاریا، اون معصومیت رو بتونن داشته باشن. حالا برخی با پرهیز از جنس مخالف، برخی با پرهیز از گوشتخواری، برخی با پرهیز از در واقع خیلی از چیزهای دیگه حالا هستش که ما پرهیز میکنیم ازشون، برسن به این قضیه. ولی یه موقعی میبینیم که یه نفری خیلی دیر به این قضیه میرسه، یا یه نفری ادای این قضیه رو در میاره، فقط به عنوان شرایع اداره این کار رو انجام میده و اون حس رو نداره، فقط داره ادای این قضیه رو در میاره، نماز رو از سر دل نمیخونه، اون مدیتیشن و اون دهوان از یوپا رو از سر دل انجام نمیده. تمرینات یوگا هم همینجوری هستن، مثل تمرینات که در اسلام ما داریم، مثل تمرینات که در تمام در واقع چیزهای دیگه داریم. اما خب ما میبینیم که اینجا در واقع ما باید اون حیات طیبه رو داشته باشیم و در قرآن هم میگه فلن نه ینهو حیات طیبه. بله درست خوندم. خدمت شما عرض شد که در نهایت میخوایم امروز حالا بیم برسیم به این که اگر برخی اوقات مثلا ما میبینیم که شمس تبریزی روی خوشی نشان نمیدهد، مثلا به بایزید بستامی، یکی از دوستانم اومده زیر پست نوشته، زیر پست نوشته بودش که شما بایزید بستامی خیلی آوردین پایین و توهین کردین بهش، و حالا ایشون ارادتی داشتن خدمت آقای بایزید بستامی، اینا پسرموشون بودن یا چی. ولی بس اینجا اینه که اولا که من راوی هستم اینجا، من دارم در باب سخنان شمس تبریزی و در باب مقالات شمس دارم صحبت میکنم برای شما، و این به این معنا نیستش که نظر من باشه و الا صحبت شاید نظرات من متفاوت باشه. اما شمس تبریزی میبره زیر سوالگاهی موقع حلاج رو و بایزید بسرامی رو، ابن عربی رو، نجم الدین کبری رو و خیلی بزرگان دیگر، خیلی راحت میزنشون و زیر سوال میبرتشون و به اونها میگه که حالا من بهتره که این رو برای شما در اینجا یادداشت صفحه 82 فکر میکنم باشه در این کتاب که در باب این قضیه صحبت میکنه و چقدر جالب هستش. بله البته خب میگه که این مرد با این کمال رسید، غرق است در نور خدا و مست است.
در لذت حق. رهبری را نشاید زیرا مست است. دیگران را چون هوشیار کند؟ میگه وقتی که بایزید بسطامی به این مستی رسیده، پس توی نمی کنه اونجوری، یا منصور حلاج به این مستی رسیده، دیگه توی این مستی چجوری میخواد بقیه را به راه راست هدایت بکنه و بیاره به خودش؟ من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم زن دو سه پیمانه. اینو داره میگه. ورای این مستی هوشیاری است. و اینجاست که میگه مردی که بدان هوشیاری میرسد، لطفش بر قهرش سبق دارد، و آنکه مست است بدون هوشیاری نرسیده است. لطفش با قهرش برابر است، آن را که لطف غالب شد رهبری را شاید. اما ذات خداوند همه لطف است، پس لطف او ناتمام است. خب در اینجا ما میبینیم که پس در واقع شمس تبریزی از این باب میگه که بایزید و منصور حلاج تو اون مستی نباید این گنده گویا رو میکردن و مردم رو به قول معروف میکشوندن به سمت خودشون یا سعی میکردن که رهبریشون بکنن، چون مست بودن. و از اون مستی تازه ما بعدش به آگاهی میرسیم، یعنی بعد از اون مستیه هستش که یک هوشیاری اتفاق میفته. ورای این مستی هوشیاری است. این هنوز اینا در مرحله مستی بودن و وقتی به اون هوشیاری میرسن، اونجاست که دیگه اون لطف و قهر یکی میشه، یین و یانگ یکی میشه، به تعادل میرسن و میتونن رهبری بکنن. البته هرجی بر گردن اونا نیست اگر در مستی باشن، کیف کنن در مستیشون، ولی سعی نکنن که این رو عنوان بکنن و به عنوان کردن این اون بد مستی رو انجام بدن. در واقع در جواب اون دوستمون که این سوالو کرده بودن، توجیه شمس تبریزی اینه. باز نیان به من بگین که شما توهین کردین، این مال زمانی بود که مولانا هنوز نشده بود فلان، نه، اینا صحبت‌ها شده و از خودتون بدون مطالعه به نظر من چیزی رو نگید. حتما سعی کنین که عمیق بررسی بکنین و بدونین که ما اینجا راوی هستیم و داریم صحبت می‌کنیم، چیزی که ما داریم می‌خونیم عین ماجرا هستش. خب حالا بریم درباره حشیش. ببینید شمس تبریزی بسیار بسیار گفتیم با حشیش مخالف بود. او اصلا از حشیش و سبز یا سبزک و تلخ خوشش نمی اومد، برخلاف اون چیزی که حالا خیلی جا اومدن و این قضیه رو عنوان کردن که شمس تبریزی به عنوان مثال خیلی علاقمند مثلا این چیزا بوده. نه، چنین چیزی نیست. و شاهد بازی، حالا گرچه یک شوخی هم با مولانا میکنه که حالا اینجا جای گفتنش نیست، من میخوام بگم در باب پسر مولانا که از او طلب میکنه به عنوان یک شاهد او رو برای او بیاره، شاید اینها هم هر کدوم از اینها در واقع باز هم سندیت نداشته باشه و این صحبت ها زده شده، چون وقتی میخونیم اینو چنین چیزهایی خیلی امکانش کمه که مولانا آمده باشه با این نظریات، از شمس آمده باشه با این نوع نگرش، از مولانا خواسته باشه که مثلا تو برو پسر خودش رو به عنوان یک شاهد برای من بیار، یا مثلا اون داستان این که برو از مثلا جایی که گبرها هستن یا یهودی ها هستن شراب بیار، و بعد وقتی بین راه اون در واقع میشه اساس ها میگیرن مولانا رو و اون شراب ها تبدیل به مل میشه، تبدیل به سرکه میشه یا سرکنگبین میشه. اینها بالاخره ببینید داستان های خانقایی هستن و ما دیگه الان تو قرن 21 به برخی از اینها زیاد وقعی نمیگذاریم، گرچه زیبا هستن برای اینکه ما بتونیم به عنوان استعاره و مثال ازشون استفاده بکنیم، ولی اینجا رسما ما میبینیم که مولانا و شمس تبریزی در واقع یاران ما را از سبزک دور میکنند. یاران مولانا میگوید یاران ما به سبزک گرم شوند، آن خیال دیو است. سبزک همون حشیشه، گرسه. میگه آن خیال دیو است. اینجا یه بار گفتم برای همیشه که بچه های دیگه بدونن، کسایی که ادای درویشا رو در میخوان در بیارن و ادای رو فکر میکنن با زدن این چیزا و بار بزنیم و بریم سما بکنیم، اینا بدونن که چنین چیزی بر خلاف صوفی هستش. یاران ما به سبزک گرم شدن، آن خیال دیو است. اون موقع خیلی عادی بوده، حتی کناره بودن. پسر مولانا خود در واقع ولد، سلطان ولد حتی میزده سبزک و شمس به روی اون میگه نکن این کار. و اینجا در واقع تو اون محفل شاید سلطان ولد هم نشسته. یاران ما به سبزک گرم شدن، آن خیال دیو است. این گرم شدن با سبزک خیال دیو است. خیال فریشته اینجا خود چیزی نیست، خاصه خیال دیو.
میگه تو مرام من شمس تبریزی حتی خیال فرشته هم جایی نداره، ورای فرشته هستیم ما، چه برسه به خیال دیو. تو خیال دیو با خودت میاری، سبزک میخوری، به قول امروزی ها کره میکنی، میخوای غذای بیشتر بخوری، چرخ بیشتر بزنی، اون چیزای جنسی تو میبره بالا، خیالاتت رو میبره بالا، اوهام رو میبره بالا، حجاب ها رو بیشتر میکنه و تو با اون حجاب های چرکین حال میکنی بیشتر. که نشد که. با سبزک خیال دیو از خیال فرشته اینجا خود چیزی نیست، خاصه خیال دیو. یعنی حتی فرشته هم اینجا راهی نداره، چه برسه به خیال دیو. دیو چرا خود یاران ما را ذوق نباشد، چرا خود یاران ما را ذوق نباشد از عالم بی نهایت. چرا خودمون ذوق نداریم بدون این که از این عالم بی نهایت، این تغذیه که ما داریم، چرا ما باید وصل یه چیز دیگه بشیم، مثل گرس، مثل سبزک، مثل حشیش. و میگوید بی نهایت ما، در واقع میگه که چرا خود یاران ما را ذوق نباشد از عالم بی نهایت ما، آن مردم را چنان کند، یعنی حشیش مردم را چنان کند که هیچ فهم نکنند دنگ باشند. دنگ یعنی گیج و منگ و دنگ، بنگ دنگ میاره دیگه، میگه دنگ باشند. و پسر مولانا را مستقیم حالا میگه که اول اصلا از سبز دوری کن، از تلخ دوری کن، از اختلاط با شاهدان، شاهدبازی متاسفانه چیزی که در آن زمان بوده است، در خانواده ها دیده می شده، یا حالا داستان ها که می دونین دیگه چی بوده. و سوم دروغ. خب اینها چیزایی هستن که باید ما ازشون دوری کنیم. اما اشکالی که مثلا اینجا می گیرن برخی از این صوفی اینه که خب در قرآن مجید آمده است که خم حرام است، و چگونه است که مثلا حشیش ما بگیم حرام است؟ نیومده که تو قرآن که حشیش رو مثلا گرس حرامه. اینجا میگوید شمس تبریزی میگوید گفتم هر آیتی را سببی میشد آنگه واقع میشد. نوی آیه نازل میشد، گاهی اوقات در اون زمان یک سببی داشت که این آیه نازل میشد. در واقع یه جایی هستش که مثلا کسایی که دور و بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مثلا بلند بلند دارن صحبت میکنن، قرآن میخونن، بسم ربک الذی خلق، قدرن داد میزنن، شلوغ میکنن، یه دفعه اونجاست که انگار یک آیه نازل میشه و آیه بر واقع مناسب با اون میاد که آقا جون صداتونو فوق صدای پیغمبر نبرید، قولتونو در واقع فوق قول پیغمبر نبرید، اصواتکم فوق نبی، میگه نبرید اصواتتونو فوق در واقع پیغمبر. و میبینیم که خیلی جا برخی از آیات در اون زمان و در اون بستر زمان آمده است، در اون زمان این ارتباط با جبرئیل به قول شمس برقرار میشده و با سروش. درسته است که این جهان شمول است، بعد حتی اگر اون چیزی هم که می اومده بعدا میشه یه استفاده جهان شمول ازش کرد، نتیجه کلی گرفت، ولی در اون لحظه آمده بود و بعد از اون استفاده جهان شمول میتوان نیز کرد، چون بالاخره در نهایت اون سخنی که جبرئیل میگه تا ابد و دهر اون سخن از نظر شمس دارای اعتباره و میتوان در همه ازمنه از اون استفاده کرد و از اون فقه گرفت. ما یه چیزی داریم منطق الفراغ، یعنی گاهی حکمی نیست و یه چیزی حکمی نداره، اما بالاخره این احکام و احوال رو بر اساس زمان و مکان ما باید تغییر بدیم، بهش میگیم فقه. مثال ما آیا در زمان شمس تبریزی مثلا حقوق فضا داشتیم؟ به قول آقای موحد حرف قشنگی میزنه، ما حقوق فضا داشتیم؟ نداشتیم که. الان فضا نوردی اومده حقوق فضا هم گذاشتیم، ما که نمیتونیم از تو قرآن بریم پیدا بکنیم مثلا حقوق فضا رو. اما خب فقه این مثل آپگرید کردنه از نظر شمس و میتونه این آپگرید بکنه، برای به روز این آپگرید بکنه. و برای همینم اگر حشیش در زمان حضرت محمد بود، اون وقت به قول شمس میگه گفتم هر آیتی را سببی میشد آنگاه واقع میشد. این سبزک را در عهد محمد صلی الله نمیخوردن صحابه، وگرنه کشتن فرمودی. این سبزک را در عهد محمد صلی الله نمیخوردن صحابه، وگرنه کشتن فرمودی. یعنی اگه میخوردن گردن اینا رو حضرت محمد میزد.
چون دنگت میکنه، بنگ انسان رو دنگ میکنه و از بین میبره. خب در نهایت این رو پس جوان ها یادشون باشه دوری بکنن اگر میخواهند به یک شناخت درست برسن با دنگ و بنگ و قارچ و این چرت و پرتایی که الان جدیدن اومده با این چیز شیمیایی و با اینا شما نمیتونید برسید. با طبیعی شما با اون سماع و با اون نماز و با اون ذکر و اوراد و مطالعاتی که میکنید، با مهربانی که میکنید، با صبری که میورزید و با شکری که میکنید، شکر و شکیبایی، خودتون رو به روز نگه دارید و اون خودتون رو شاد نگه دارید و وصل به اون عالم بالا نگه دارید و خدای نکنه سراغ بنگ نرین که دنگ میشین. و حالا اون زمان که به قول من رو زمان شمس تبریزی قارچ و سرخپوستی که نبوده که، حالا تو شاید شمنا میزدن اون موقع یه چیزایی رو، بالاخره اینا هم بوده در سمنها یا شمنها بوده، خب اینا هیچ کدومشون مورد تایید صوفیه اصل نبوده، گرچه خب خیلی انجام میدادن ولی دلیل نمیشه که کار خوبی بوده باشه و این کار رو به هیچ وجه نکنید. خب انشالله که این جلسه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. دوستان عزیز خیلی ممنون که شما پستای من رو لایک میکنین، حتما سابسکرایب کنین کانال من رو که تعداد بره بالاتر. بچه ها وقتی میبینید یک کاری رو لایک بکنید، اشتراک بذارید برای دیگرون، بذارید دیگرون هم با این علوم آشنا بشن و خوشحال باشید از اینکه اگر یک نفری حتی از دوستان ما که او هم در این فعالیت هستش و داره این کارا رو انجام میده، اگر میبینه که کسی دیگری هم میاد در باب این قضیه صحبت میکنه و داره خوب میگه، به نظر خودش البته، حالا ما که ادعایی نداریم، سعی میکنیم که خوب بگیم و صحیح بگیم و از کتاب بگیم و از دوستان شارح خوبمون در واقع مثال بیاریم، به اشتراک بذاره با دوستان دیگرش، بذاریم این عشق جهانگیر بشه، بذاریم بقیه هم این عشق رو بفهمن. از حمایتتون ممنونم، ما به حمایت شما زنده هستیم. بسته آموزشی من رو میتونید خریداری بکنید، از طریق واتساپ برای من پیام بذارید و بسته جدیدم خدمتتون عرض کردم، بسته آموزشی در واقع علوم رومی که باستانی وایکینگ ها هستش که بسیار بسیار جالب هستش در باب تالیسمان ها و اینجور ماجراها، و بسته ویروپا دهاوانا تانترا که تمام تمرینات سنتی هستش که من خودم از معابد هند برای شما اینجا آوردم، برای اولین بار در واقع به ایرانی ترجمه کردم و اونها رو در قالب فایل‌های ویدئویی از طریق تلگرام براتون می‌فرستم، براتون بسته وایکینگ رو فعلا از طریق ایتا براتون می‌فرستم، و کتاب‌هایی که ما اینجا کار کردیم، نوشتیم، جزوات و اینجور ماجرا رو حمایت بکنید و پیام بدید، تهیه بکنید اینها رو تا ما هم بتونیم انشاءالله بیشتر برای شما بگیم و این سعادت رو داشته باشیم که در خدمت شما باشیم. شما رو به یزدان پاک میسپارم همتون رو و امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشید تا جلسه بعد. یا حق مددی.